دوستای عزیز، آیه‌ای که به حضور شما تلاوت شد در سوره مبارکه بقره است و هرگاه آیات قبلی از این آیه را ببینین، شأن انسانان منافق را برای ما شما به بیان میگیرد. میگه هرگاه برای انسانای منافق گفته شود که اتق الله، از خدا بترس، فساد نکو، غلطی نکو، جنایت نکو. اخذته العزة بالاسم، یک بار حمیت جاهلیتش، شان و شوکت و چوکیش بادارش میکنه در مقابل کلمه حق ایستاده شود. بعد پیام هم بسیار واضح است که در زمین فساد نکنه. فساد چه وقت می شود؟ انگامی که زمین جور شده باشد، صالح شده باشد، بعد به عقیده خراب، به عمل خراب، به اخلاق خراب و چیز جور را تخریب بکنه. و کسی می آید دیقان که این را خراب نکو، در مابین از این کرد نگرد، گل را نشکنان، حیوان را نکش. اگر میکشی در حقیقت تخریب میکنی، این را فساد میگیم. و این از قدرت و جایی که دارد زورش میده که چرا بر من میره میگی، چرا بر من دستور میده که این کار نکنم. این آیت که خلاص میشه، بعد این آیه تلاوت شده میه، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، و مسلمانان در دین پوره پوره داخل شوید. خب چرا این آیت ایجا می آید؟ به خاطر که آیه قبلی در شأن منافق است و منافق قبول دین را در ظاهر کرده است. او میگوید من مسلمان هستم، ولی دین را تقسیم کرده است، به یک بخشش عمل میکنه که منافعش است، و بخش دیگری که در اوجا پاسخ باید بدهد، جواب باید از کردار خود بدهد، در اوجا باز خود به محاسبه تقدیم نمی کند. میگه که تو من غرض نگی، من هر رقم که خواستم و خوشم میای زندگی میکنم. به تعبیر دیگه عرض بکنم، اسلام مجموعه از احکام الهی است که توسط حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و سلم تعلیم، تمثیل و عملی گردیده تا رابطه ما را با خالق ما، رابطه ما را با خود ما و رابطه ما را با مخلوق تنظیم کند. این دین کامل است، شامل است، ابدی است، الهی است. این صفات از این دین است. کامل است به این معنا که این چوکات جور شده است از طرف خالق کائنات. مولوی صاحب و پاچا صاحب و فلانه و دستانه حق مداخله را در این سیستم ندارد. این باید تطبیق شود. کار مولوی صاحب، کار پاچا، کار ما شما چی است؟ که زمینه را مساعد بکنیم به تطبیق حکم شرعی. به طور مثال همین نماز فرض الهی است که امروز ما شما ادا باید بکنیم. در اقامه نماز، در وجوب نماز، در لزوم نماز جای برای ما نیست که صحبت بکنیم که اصل نیست. کار ما تویی است که هر کدام ما به سهم خود ما چی کاری بکنیم که این نماز مقبولتر ادا شود، زیباتر ادا شود و مسلمان ها با آسانی به طرف نماز رو بیارن. سهم ما شما در اینجا چی است؟ یک نفر میگه وقتی مردم به مسجد میاد که مسجد پاک باشد، او میآید چیزی که در مسجد افتیده است، در راه افتیده است، او را بر میدارد. چرا برش میدارد؟ تا زمینه ورود تو خوبتر مساعد شود. یک نفر دیگه ما میایم وضو میگیریم، بعد میگم روز جمعه است، ولو که گرمی است، ما آب کم مصرف میکنم تا نشود که آب کم شود و یک برادر ما با کمبود آب روبرو شود. سهم تو ما قبول، سهم ما به عنوان کسی که صحبت میکنم در ادای نماز خوب است که آمادگی بگیرم. همینجا که میایم که خود قبلا بیاندیشم ما برای شما چی باید بگویم، کدام کلمات به تو انتقال بدم که تعلق تو را با خدا خوب کنم، تعلق تو را با خودت خوب کنم، تعلق تو را با مخلوق خدا خوب کنم. چی سهم را ما ادا کرده میتونم؟ حکومت تلاش میکنه که اینجا امنش گرفته شود، فضایش را با امن بکند، تو به طیب خاطر بیای نماز بخوانی. کلا سهم بگیریم در ادای یک تثبیت عمل حکم شرعی. مشکل از کجا پیدا می شود؟ مشکل از این پیدا می شود که ما یگان بار اسلام را یک چتر بزرگ فکرش نمی کنیم. اسلام را به تعبیر خودم، به دیدگاه خودم کوچک تعبیر می کنم، خرد می اندیشم و نظر خود را کل دین تعبیر می کنم. تو را وادار می کنیم که چیزی که من میگم او صحیح است و او را باید بپذیری. اگر مطابق با قول ما کسی دیگر صحبت کرد او صحیح نیست و او باید برداشته شود. نقص از اینجاست. ما تعدد آرا را احترام نمیگذاریم. چرا نمیگذاریم؟ به خاطر که اشتباه از یک جای دیگه هم سرچشمه میگیرد که ما حکم شرعی را به دو دسته تقسیم میکنیم. یک دستش ثوابت ماست، لا یتغیر و لا یتبدل، هیچ وقت تغییر نمیخورد. پاچا، رئیس جمهور، افراد، هیچ کس نمیتواند در او حکم تغییر بیارد. او باید اموتو باشد. قضای مؤمن بهی است، قضای فرائض و واجباتی که به نصوص ثابت است. عزیزان، ثوابت ما 10% حکم شرعی ما را در بر میگیرد، 90% متغیرات ماست. حکم است، متغیر است. این احکام متغیر، شما فقه اسلامی را خلاص بکنید، شامل مباحث عبادات است، شامل مباحث خانواده و اسره است، شامل مباحث معاملات است، شامل مباحث زواجر و حدود است. یعنی وقتی که تو بحث بکنی چقدر کلان می شود. وقتی که داخل فقه اسلامی شوی باز می بینی که اجتهاد است و اجتهاد زمینه را باز گذاشته است تا حکم شرعی به حسب مطابقت زمانی و مکانی باید تعبیر شود و زمینه مساعد شود برای رشد جامعه انسانی. جامعه انسانی باید رشد بکند، از نظر اقتصادی باید رشد بکند، از نظر فرهنگی باید رشد بکند، از نظر علمی باید رشد بکند. کلا علما و مجتهدین مکلفیت دارند که قضایا را در این لابلا تحلیل بکند و همیشه به حسب واقع پیام دین را عرضه بکند. از این خاطر است که ما با تعدد مذاهب روبرو هستیم. چرا مذاهب زیاد است؟ مذاهب زیاد بودنش به خیر ماست، اختلاف فقها به خیر ماست. اختلاف فقها کردن بستر عمل دینی را به ما کلان کرده. زمینه تطبیق حکم شرعی به ما آسان شده. شکست ما از اوجا شروع شد. که ما ثوابت امام ثوابت بود، متغیرات امام ثوابت شد. ما او وقت بدبخت شدیم که دیگه جمود سراسر فکر ما را گرفت، نقد و تحلیل از ما رفت. دین ما برنامه ارتباط ما با خدا و با خود و با مخلوق خداست. انگامی که قرآن میگه که ادخلوا فی السلم کافه، در دین پوره داخل شو. کافتن صفت است برای سلم. ولی اگر ببینید که دو قرائت است، فی السلم. جمع از علما در تعریف سلم، امام قتاده، مجاهد، زید، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود، اونا زیر میگن که ادخلوا فی الاسلام کافه، در اسلام پوره پوره داخل شد. چرا؟ اسلام دارای شعبه های متعدد است، بسیار زیاد از شعباتش، و خود تعبیر میکند رسول علیه السلام الاسلام بدع و سبعون شعبه فافضلها کلمة لا اله الا الله و ادناها اماتة الاذى عن الطریق. اسلام 70 شعبه است، بلندترین قلیش توحید است، کوچکترین کاری که در دین است سنگی که در راه مسلمان است او را بردار. وش کنی تو در جامعه که زندگی میکنی به یک نفر آسیب میرسد و چیزی است که یک نفر سرزو آسیب میبینه و تو درو به تفاوت بوده باشه، ببینی که دین نقص میکنی، تعبیر دینت اشتباه است. تو مسئولیت داری در رابطه با یک سنگی که پیش روی مسلمان است. تو باید برخورد بکنی برای امن مردم، آسایش مردم، خوب زندگی کردن مردم. عزیزایم، از همین خاطر است که ما در فقه اسلامی یک بحث بسیار جالب داریم. یک جای میگیم که بیع فاسد است، یعنی خرید و فروش فاسد است. خب چرا فاسد است؟ باز میگیم به خاطر فاسد است که در اینجا یا ایجاب و قبول صحیح نشده که اینجا باطل می شود. فاسد چه وقت می شود؟ انگامی که جنس معلوم نباشد، قدر معلوم نباشد، زمان معلوم نباشد، مکان تسلیم معلوم نباشد. این بیع فاسد است. تو که میگی برنج خریدم، کدام برنج؟ باید جنسش معلوم کنی. اگر جنسش معلوم نکرده باشی بیع فاسد است. وزن باید معلوم بکنی چند سیر، زمان باید معلوم کنی در کجا و چه وقت، مکان تسلیم دهی را معلوم کنی کجا تسلیمش میکنی. اگر این کار نکردی بیعت فاسد است. باز میگه چرا فاسد است؟ میگه به خاطر که این نبود از این شروط مفضی برای نظام می شود. جنگ پیدا میکنه، مسلمان کت مسلمان جنجال پیدا میکند. هر معامله که مفضی برای نزاع شود او فاسد است. این را فقها میگن. باز میبینیم که از همین قواعد خود یک بار عقب نشینی میکنن. در امام میریم 20 روپه را تحویل میتونم، ما 1 ساعت خودم میشویم، این نیم ساعت خودم میشه، این 15 دقیقه خودم میشه. ما 3 سطل مصرف میکنی، 2 سطل مصرف میکنی و 4 سطل مصرف میکنه و کل ما شما 20 روپه را دادیم. مقدار او معلوم شد؟ نه. زمان معلوم شد؟ نه. و بیع فاسد است دیگه. خب چرا فقهای بیع را فاسد نمیگوید؟ چرا این را جواز میتن؟ میگه صحیح است. میگه به خاطر از اینکه امی حمامچی امی را قبول کرده، نبود تعیین زمان و نبود تعیین مقدار مفضی برای نزاع نمیشه. که مفضی برای نزاع نشد، فقها چی میگه؟ میگه من شروط خود عقب نشینی کردم، برو زندگی بکن. در جای دیگری میبینی که مفضی برای نزاع میشود، میگم فاسد، پیسه را پس باید بدی، این معامله نشده. دوستای عزیز، دین ما وقتی که میگیم که ادخل فی السلم کافه، در دین پوره داخل شو، یکی از نقاط پوره داخل شدن ایست که تو سینه تا به اختلاف باز کن، سینه تا به اختلاف باز کن، منجمد نشو، خودخواه نشو که ما هستم، طریقی که ما پیش میبرم این طریق است، خلاف از این نارواست، مذهبی که ما در او هستم این مذهب سید دیگه نارواست، قولی که ما میگم این درست است دیگه نارواست، دعوتی که ما میکنم این دعوت درست است دیگه نارواست، این دیگه غلط است، این کار نکو، این حق تو نیست. عزیزان امت اسلامی حیثیت گل دارد، رنگش مختلف، بویش مختلف، ولی زیبایی ها میده، مذاهب مختلف زیبایی ها میده، تنوع میده، تجدد میده و این به خیر ماست. یک نفر است بستری خود پشت میکنه، چی میکنی؟ تبلیغیستم، میرود دیگر. او برادر گرم من کار تبلیغی را کده نمیتانم، نه اوسیلش دارم نه خدا شاید از همون شجاعتش دارم که برجاستات شوم و تق تق بکنم و بگم بیا نماز بخوان اتق الله، همون کار کده نمیتانم. ولی یک برادر تبلیغی ما همی کار کرده، ده ها نفر را اصلاح کرده است، ده ها نفر را به طرف خیر خواسته است، من چرا مخالفتش بکنم؟ بله من مخالفتم راش دارم، میتونی که نداشته باشم، زیرا اگر مخالفت نمی کردم همراهش می رفتم، ولی مخالفت من تعریف شده است، در کجا سرش اختلاف دارم. یک نفر دیگری ما صوفی است، ذکر میکنه سبحان الله الحمدلله، من راش اختلاف شاید داشته باشم، ولی در جای خود خود کار میکنه، زمینه را برای تعمیم دین، عمل دین خود مساعد میکنه. یک نفر ما جهاد میکند، یک نفر ما نوشته میکند، کتاب نوشته میکند، در مجالات مختلف بحث میکند. عزیزان کلش که یک جای بکنی باز مشت بس بیش جور میشود. دقیق شدین؟ کلش یک جای کنید. ما بریم به طرفی از اینکه چکونه میتونیم اختلاف هم داشته باشیم، یک دیگر را نقدم بکنیم، ولی با یک دیگر زندگی هم بکنیم، نقد را علمی کنیم، نقد را دوستانه کنیم، نقد را با کینه، با کدورت، به حذف جانب مقابل نکنیم، تاپه ها را بر یک دیگری نزنیم، خارج کردن نکنیم. دین بسیار کلان است، دین بسیار کلان است، چرا این را خرد میکنیم؟ عزیزم برادر گلم والله کار ما تویی است که مردم جنت ببریم، و جنت به اندازه کلان است که هر قدر که ما زیاد ببرم به اما اندازه جایگاه ما بالا میرود. این جنت که خرد نیست، ما مسیحی نیستیم. خب گفته بودن گفت جنت پر شده، صحیح شد نه؟ بنان گفت چی کنن؟ گفت یک پایه جای است، صحیح شد؟ ایتو نیست، جنت بسیار کلان است، بسیار کلان است. آخرین نفری که از دوزخ ما برد، آخرین نفر انگامی که وارد جنتش میکند این طرف میبره و خداست چرت میزنه که این مقبولی و این زیبایی، خدایا از آن کیست؟ الله میگه چقدر که چشمت کار میکنه از تو است، چقدر که چشمت کار میکنه از تو است. ما به رفتن مردم به جنت مکلفیت داریم، ما به رفتن مردم به دوزخ مکلفیت نداریم که مردم از دوزخ رای کده بریم. تعبیر خود را درست کنین و صالحش بکنین. خوب ای را بفهمین، عقیده ما شما امیست، عقیده اهل سنت و الجماعه، که عصمت تنها از انبیا هست، تنها و تنها معصوم از گناه صغیره و کبیره رسول الله صلی الله علیه و سلم است. ابوبکر صدیق نیست، عمر فاروق نیست، عثمان غنی نیست، حضرت علی نیست. او برادر گلم، وقتی که اونا معصوم نشدن باز ما معصوم میشم؟ باز ما که در قرن 21 زندگی میکنم، در این بدبختی باز زندگی میکنم؟ ایتو نکنین. همه ما شما خطا داریم، همه ما شما اشتباه داریم، همه ما شما گناه میکنیم. از این خاطر توبوا الی الله جمیعا، الله میگه همه تان به طرف خدا برگردید. توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، جمیعا گفته بلا استثناء، کل ما این کار باید بکنیم. پس وقتی که من اقرار میکنم من خطا دارم، دیگه از من چی میخوای برادر گلم؟ من میگم من اشتباه دارم، من خطا دارم. بهترین انسان ها کیست؟ اهدا الی عیوبی، امی عیبای مرا برای ما بگوید، ما او را دوست دارم. الله مرحم، حضرت ابوبکر صدیق میگه خدای رحم بکو، خدای رحم بکو به او برادر ما که عیبهای مرا برای ما میگوید، به او رحم بکو، دوستش دارند. عزیزم اگر میخوایم دین بیاید، یکی از نقاط داخل شدن در دین قبول اختلاف است. این را بپذیر. اگر گفتی که من نمیپذیرم، فقط خودم میکشی، زیرا اختلاف به خشم کردن تو از بین نمیره، به اوداج پندیدن تو از بین نمیره، به قهر و توهینی که تو میکنی و تاپی که تو میزنی از بین نمیرود. اگر میرود میرود، نه که نمیرود سینه را خلاص کن. چیچ کار شروع کردی؟ کدام طرف روان هستی؟ یکی از نقاطی که گفتم ادخل فی السلم کافه امیست، پوره در دین داخل شو. یعنی چی؟ یک مسلمان دیگر از دین خارج نکن، گوش کنه، این دین را کوچک نکنی، این را کوچک نکنی. ادخلوا فی السلم کافه معنا چیست؟ که نقشه که تو داری این همه جانبه است، پیش روی تو همه جانبه است. باور به خدا داشته باشین که هیچ کدامتان توانایی را ندارین که دین را 100% تطبیق بکنی، هیچ کدام این کار کرده نمیتونه. نه مولای صاحب کار کرده میتونه، نه ولی صاحب کار کرده میتونه، نه مجتهد کار کرده میتونه، نه رئیس جمهوری کار، هیچ کدام ما نمیتونیم دین را 100% خود تطبیق بکنه. این را باور داشته باشین. از این خاطر خدا بر ما میگه واتقوا الله ما استطعتم، چقدر که زورت میرسه از خدا بترس، چقدر که زورت میرسه، زیرا دین قلعه بسیار بلند را به ما تعیین میکند. سیستم اهرامی دارد، تو چقدر که میتونی بالا بری جای است، چقدر که میتونی بری. خداوند متعال مانده نمیشه از ثواب عمل به ما، تو هیچ مانده نمیشه. چقدر که تو کار خوب بکنی الله پاداش میده. خود توی را گفته نمیشه که من اعمال صالحه را ختم کردم دیگه پوره شد، نه، هر قدر که میتونی پیش بروی. پس ادخلوا فی السلم کافه، در دین پوره داخل شو و در همه شعبه هایش سهم خود را بگی، در همه شعبه های سهم خود را بگی. و رسول ما صلی الله علیه و سلم ایره به ما شما چقدر زیبا تعبیر میکند. مجلسی است، اصحاب کرام وجود دارد، پرسان میکند که امروز کی پرسان مریض را کرد؟ ابوبکر صدیق دست بلند میکنه که ما. باز پرسان میکنه که امروز کی روزه گرفته؟ ابوبکر دستش بلند میشه. امروز کی امی اعمال صالحه را پیش میکند و دست ابوبکر بلند میشود. رسول علیه السلام برش میگه که ابوبکر دروازه های بهشت همش برای تو باز است و هر دروازه برات میگه که از این طرف بیا، همه دروازه ها برای تو باز است، هر دروازه میگه از طرف بیا. معنای دیگه را شرک هم تعبیر میکنیم. معنای دیگهش این است که ما یکی به ما یک دروازه آسان است، دیگه ما دیگه دروازه آسان است، به دیگه ما دیگه دروازه آسان است. او برادر گل می رفتن به طرف جنت دروازه متعدد داره، خود به جنت داخل بکو، امو دروازه که بر تو آسان است امو را بکو، کوشش نکو که به او دروازه که از سطحت بالاست دا او داخل شوی، نمیتونی. هر کاری که تو میکنی دروازه را برایت باز میکنی. از این خاطر یک تعبیر داریم، اهل تصوف او را زیاد تکرار میکنه، میگن که الطرق الی الله بعدد انفس الخلائق. انسان هر یکی ما پیش خدا رای خدا داره، رای که من پیش الله دارم رای تو دیگر رقم است. و یکی از نقاطی که متاسفانه در تصوف تعبیری غلط شده از پیشش، این می نقطه است. ما از تصوف از سیستم تربیت کشیدیم به یک سیستم چوکاٹ بندی داخلش کردیم، کل گیر یک چیز میگیم، در حالی که تو نیست. مرشد مرید خود میبینه که به چی ضرورت داره، از کدام دروازه آسان رفتن میتواند، تعدد طرق برش میته، تعدد درس برش میته، کل گیر یکسان چیز نمیگه. خب ما این را سرچپه کردیم یکسانش کردیم، کل گیر یک درس میتیم. تصوف تربیت است و تربیت متفاوت است به حال نفر، به اقتضای نفر، به زمان نفر، به استعداد نفر. پس عزیزایم ادخل فی السلم کافه، پوره در دین داخل شو. این را یقین داشته باش که هر کدام ما پیش خدا جایگاه خدا داریم. به حذف یک نفر خودت داخل جنت نمیشی، بلکه به گرفتن یک نفر خودت داخل جنت میشی. جایی که حذف بیاید بفهم که دین غلط درک کردی. از این خاطر در حدیث رسول ما صلی الله علیه و سلم شما دو مثال را همیشه گرفتین. یکی مثال میه که زن غلط و گناهکار میبینه که سگ تشنه است و در گرد چاه نفسک میزند و همی خاکی که به اصلاح نمناک است امو را به زبان خود میگیرد و این پایین میشود بچه و در بوتش برای سگ آب میتن. رب العالمین امی زنه میبخشه، امی را میبخشه. سر کی رحم کرد؟ سر سگ. چی رقم رحمش کرد؟ اگر او نمیداد میمرد. اگر تو به یک یتیم رحم بکنی خدا تو را باز جنت داخل نمیکند. اگر تو به یک معیوب رحم بکنی الله تو را جنت داخل نمیکند. اگر تو به یک مستضعف بیچاره رحم بکنی الله تو را داخل جنت نمیکند، که به سگ داخلش میکنه، به تو که خلیفه خدا در روی زمین است داخلت نمیکند. عکس از او را باز ببینید. کسی دیگری خوب سر خود ناز داشت، پشک کدام کاری کرده یا گوشتش شاید برده باشه، قارش آمده و قفلش کرد از گرسنگی، همین پشک مرد. الله متعال در مقابل از این دوزخ رایش میکند، با پشک دوزخ رایت میکنه. اگر تو یک مسلمان را از بین ببری جای تو چی رقم خود بود؟ اگر مسلمان را بکشی چی رقم خود بودی؟ جایگاه تو نازنین جان کجا خود بود؟ به پشک دوزخ روی میکنه، به انسان که میکشه دوزخ روی نمیکنه. پشک بمرد در خانه کدام تغییر نمیکنه، انتحان چی میگه؟ ولی یک پشک بود خوبیش بود مرد. اگر تو یک انسان میکشی، آهی که مادر میکشد دور دیدی؟ چیقی که میزند، آهی که خانمش میکشه او را دیدی؟ چیقی که دخترش میکشد دیدی؟ خواهرش که میکشد دیدی؟ او اشکار یک بار دیدی؟ او لفغانه که میبینی او را دیدی؟ او اطفال نازنین یتیمی که نمیزنه چی گه؟ پس پدرم فوت کرده، پدرم مرا کشته. چرا کشته؟ او سوال میکنه چرا؟ او را میتونی جواب بدی؟ تو با کشتن از او میخوای جنت بری؟ والله همون جنت صد حرام میشود. والله اگه بری اقا مفت نیست، به پشک دوزخ میرد، به انسان بکش جنت برو. عزیزم یک بار دین بفهمین، ادخل فی السلم کافه، در دین پوره داخل شد، صحیح تعریف کو، به احساسات تعریف نکنی. خو به احساسات تعریف نکنی، آرام شو، یک تنها بشین، از خود پرسان بو که دین برای چی؟ چه هدف دین دنبال میکند؟ کجای مردم را میبرد؟ چی میخواهد برای از این مردم؟ یه سوال بکن، از خود تنها سوال کو، هیچ کس کتت نباشه. این دینی که برای تو میگوید که اگر غیبت کردی غیبت، ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، یک دیگر غیبت نکنه، غیبت نکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم غیبت را به ما تو تعریف کرده است، خب که تعریف ما تو نمیچله. پیغمبر تعریف کرد ذکر که اخاک بما یکره، این غیبت میگه. دما یک صفت است، همون صفت دما است. هرگاه تو در برای ما او را میگی به مردم اگر پیشوری ما بگی من خفه میشم، این غیبت است. یکی از همسرای رسول علیه السلام قدش پخش بود، خانم دیگرش امتو کرد که فهمو آمده به اسلام، بلستک آمده. امیر گفت پیغمبر خدا گفت دهنت بوی میته، در دهنت گوشت مسلمان است. گفت ما گوشت نخوردیم. گفت نه تو یک بار ببین چی کاری کردی؟ غیبت کردی. حال این غیبت که گناه کبیره است و ذکر صفت را میکنی که او در برادرت است، اینقدر سخت میشه که دوزخ میری. بهتان، تهمت زدن و نسبت یک صفت برای یک مؤمنی که در وجودش از او نیست و تو به مردم میگی که است، از غیبت کده بدتر است و وارد دوزخ میشی. خب چرا میگم امو شخصیت از او را ناامن کردی؟ شخصیت از او را ناامن کردی، امن را از شخصیتش گرفتی، از این خاطر گناه است. اگر جانش را بگیری چطور؟ اگر آبرو عزتش را بگیری چطور؟ رسول علیه السلام طواف میکنه مبارک، در طوافش میگه کعبه بسیار جایگاه بلند داری نزد الله، خب قسم به ذاتی که نفس محمد در اختیار از اوست، حرمت یک مؤمن از تو کده بیشترتر است، آبرو و عزت یک مؤمن از تو کده محترمتر است نزد الله. ولی از خود پرسان بکنیم که ریختاندن حرمت یک مؤمن پیش ما چقدر قیمت دارد؟ از این خاطر رسول علیه السلام میفرمه که لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان، مسلمان کسی نیست که لعنت میگوید، فحش میگوید، توهین میکنه، تحقیر میکنه، اذیت میرسونه، مؤمن نیست. با چی میگه؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان واقعی کسی که از گزند زبانش و از دستش مسلمان ها مسئول باشد، این مسلمان میگوید. او که اذیت میرسونه نیست مسلمان، برای بفهمین. پس وقتی که ما میگیم که ادخلوا فی السلم کافة، معنایش امیر میدهد که تو در کل موارد زندگیت وارد دین شو، غیبت نکنی، لعنت نگویی، تهمت نبندی، توهین نکنی، تحقیر نکنی. چرا کسی را توهین میکنی، تحقیر میگه؟ به خاطر که او صفتی که در تو هست خوش تو نمیاد، از این خاطر است. سینه تا خلاص کن، سینه‌ت خلاص بکن، بگذار که او بغیر سلیقی تو زندگی کند، بغیر انتخاب تو انتخاب بکند، بغیر زبان تو صحبت بکند، بغیر فکر تو بیاندیشد. بگذارش دیگه. چرا وادارش میکنی که باید مانند تو گپ بزند، مانند تو باید سلیقه داشته باشد، با مانند تو بشینه و با مانند تو خواب کنه؟ چرا تو میکنی؟ بگذارش که خودش زندگی بکند. عزیزایم، این اصل ادخل فی السلم کافه اصلی نقاط شمیست که از نظر اخلاقی خود جور کنند، از نظر اخلاقی خود جور کو. با چشمت به کسی ضرر نرسانی، با گوشت به کسی ضرر نرسانی، با دستت به کسی ضرر نرسانی. صادقانه زندگی کو، امانتکار بوده باش، عفیف بوده باش، تحمل بکو. این زندگی مسلمان است. از ما عزیزایم در این صفات فردی است. این قید جای ما دیگرد نیایم. اگر تو امی صفات در زندگی شخصی کوچکت نمیتونی بیاری، باز تو میگه من حکومت جور میکنم، با دعوای زیر میکنی که تو حکومت اسلامی جور میکنی با امی گندگیت. تو نمیتونی با همسایت زندگی بکنی، تو نمیتونی با دختر و پسرت زندگی بکنی، با اونها باو شدی، اونا نبود تو را دوست دارن که نباشی، یک کمک خارام میباشه. تو میتونی یک کلان نظام بسازی، ابدا نمیتونی بسازی، بلکه بدنامش میکنی، خرابش میکنی. ادخل فی السلم کافه ایره میدهد، در دین پوره داخل شو، از نظر اخلاقی داخل شو، از نظر تعامل داخل شو، از نظر عقیده داخل شو، از نظر عبادت داخل شو، کل چیز در خود بیار. و چقدر میاری؟ ما استطعتم. اگر بگوی 100% ما خود جور میکنم، نمیتونی. تلاش بکو که نمره را زیاد بگیری، تلاش بکو. رب العالمین به حسب تلاشت بر تو پاداش میدهد. یگان باره تو میبخشیده که در ذهنت نباشد، در ذهنت نباشد، تو رفته باشی. در تاریخ چی را میگن؟ یک احمد غزالی است، یک محمد غزالی است. این دو برادر هستند. محمد غزالی رحمت الله علیه از جمله شخصیت های بلند علمی است و به نام حجت الاسلام در چی میخوانیم. کتاب بسیار ارزشمندی دارد به نام احیای علوم الدین که امروز ما و شما یک رشته داریم به نام روانشناسی. بنیاد علم روانشناسی را امام غزالی گذاشته است. او در حقیقت مؤسس از این علم است. زندگی عجیبی دارد. برادر دیگش محمد احمد غزالی است. آدم بسیار دیندار و زاهدی بود. محمد غزالی وفات میکنه در سال 552 هجرت. برادرش او را در خواب میبیند و برش میگه که برادرم، الله با تو چی معامله کرد؟ گفت الله مرا به لطف کرمش، به مهربانیش مرا بخشید، به مهربانیش مرا بخشید. گفت چطور بخشیدت؟ گفت وقتی احیای علوم نوشته میکردم، مگسی آمد و ای می نوشید امی رنگ را. گفت من دست خدا گرفتم، باند که مخلوق خداست، او بخوره نگذاشتم که امو از بین برود و تشنه برود. الله از این خاطر مرا بخشید. این تصنیفات ما، این عبادت ما، این شاگردای ما، این حج ما، یکیش هم مورد معامله قرار نده. گفت برو. عزیزایم، یک بار بیاندیشین که رب العالمین تو را چقدر در جامعه مثبت بودی سرزو میبخشیده. در جامعه چقدر مثبت بودی، چقدر دست خیر داشتی، دست خیر چقدر داشتی. به اندازه که تو دست خیر داشتی، الله با تو معامله نیک میکند. از این خاطر در قرآن کریم نصارا را نکوهش میکند و میگه که و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم. میگه این نصرانی ها خیستن از خود چی جور کردن؟ یک بدعت دوارد دین کردن که زندگی منزوی را اختیار کردن، جامعه را ترک کردن، در مغاره ها ششتن، با مردم سر و کار را قطع کردن، مشغول چی شدن؟ مشغول به اصلاح تسبیح های دراز شدن. ابتدعوها، ما کتبناها علیهم. میگه ما این چیز سرش لازم نکرده بودیم، ما خواسته بودیم که اینا وارد جامعه باشند و خیر و تعاون را به مردم برسانند، ما این سرش خواسته بودیم، این نخواسته بودیم. باز میگه فما رعوها حق رعایتها، کاش که باز امی انزوایش هم انزوای راستی میبود، ذکر خدا را راستی میکردن، اینجا خو از او دکانداری جور کردن، به نام ذکر خدا، به نام از او، به نام از او بر خود آیت جور کردن، مردم را فریب دادن، همون کارم صحیح نکردن. باز میگه رهبانیت هذا الدین یا رهبانیت هذا المذهب الجهاد. میگه در امت ما چی است؟ میگه رهبانیت امت ما گوشن شیستان نیست، بلکه نشر از دین است، حاکمیت از دین است، دعوت به از دین است. این کاری از امت است. کاری از امت ترک دنیا نیست، کاری از امت از دنیا استفاده کردن است. حرام کردن، دور کردن از خود نیست، بلکه استفاده کردن مثبت است. قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیات الدنیا خالصة یوم القیامه. کس که این چیزایی که الله آفریده است، این گلهای مقبول، این زیبایی ها، سر خود که حرام میکند، بگو این از آن مسلمان است، از برکت مسلمان کافر باید بخورد. به تعبیر دیگه عرض بکنم، ما یک مثل داریم میگه دستم با آلو نمیرسه، آلو ترش است. نه، آلو را بگی، درختش از تو باشه، میوهش از تو باشه، در کاسه پرتو باز ببر، یک نفر که راه روانی جا بیاورد، از این استفاده کن. صحیح شد؟ اسلام اینه میگه تو در درون قدرت اقتصادی بلند، قدرت علمی بلند، توانایی بلند، باز به منفعت شخصیت نگی. میتونی که 5 کیلو گوشت کباب بکنی، باز بگی نیم کیلو میخورم، 4.5 کیلو دیگهش در راه خدا باشد. صحیح شد؟ این دین میخواید. الله متعال فهم دین ما و شما را صحیح بکند. رب العالمین ما و شما را از مردمای بگرداند که دین را درست تمثیل بکنیم، درست مردم را برش دعوت بکنیم، درست تطبیقش بکنیم و یک جامعه مرفه، زیبا و آباد داشته باشیم، بتوانیم با هم به عنوان یک برادر زندگی بکنیم، اختلاف را طبیعی بکنیم، دوست داشته باشیم برادر خود را، ولو که امرای ما اختلاف داشته باشد، او را دوست داشته باشیم، بتوانیم با او به عنوان یک مؤمن دست بدیم. امی توان را الله به ما بدهد. دعا بکنیم خدایا در کشور ما امن و امان را استقرار ببخش، خدایا ما را به لطف کرمت از این بهبوها بیرون بکن، خدایا به لطف کرمت تو امن را در کشور ما بده که از شرق به غربش بریم کسی تشویش نداشته باشد. اما تو امن را به ما بده که هرگاه به عبادت تو میپردازیم هیچ نوحی راست نداشته باشد. خدایا تو به لطف کرمت، به حرمت اسمای حسنایت، فقری که ملت ما دارد یا الله او را به غنا تبدیل بکن، مریضی که دارن یا الله صحت کامل نصیبش بگردان، خدای دین را توسط ما به گوشه گوشه دنیا برسان، خدای توسط ما یا الله دین را عزیز بگردان و ما را توسط از دین عزیز بگردان. سبحانك اللهم و بحمدك استغفر الله اشهد ان لا اله الا الله استغفرك و اتوب الیک.